در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیراز دامظلو که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوال هایی که یک شنبه 16 جمادی الاولی 1444 از معظم الله پرسیده شد این بود که با وجود اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها امام نبودند، چگونه مقامشان از 11 امام بالاتر است؟ پاسخ آیت الله العظما شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. بله، یعنی فعلیت نداشته امامت. بعد از حضرت امیر، بله. حالا با این که ما میگیم از اون بعد مقام امامت دیگه قایت قصوای و در اون روایت حضرت ابراهیم، بله، که دیگه اون نهایتش بود دیگه، بالاتر از امامت نبود، عبودیت و نبوت و رسالت و کلت. خب این اقتضای امامت بوده، اما به خاطر مصالح خاصه خدای عز و جل اون مصالح را قرار داده، فعلیت نداشته. یعنی بنا نبوده یک زن رهبری کنه عملا، این جهت بوده و این مزاحم سبب شده، نه که اقتضا نداشته. اقتضا بوده، مقامشون بوده. نه همین، بله، به نتیجه منافات نداره. مرتبه حضرت زهرا سلام الله علیها حسب ادله تو مرتبه بقیه 14 معصومه، با تفاوت پیغمبر و حضرت امیر و بقیه ائمه و اینا. اما اقتضای فعلیت یعنی ممارسة الامامه، یعنی عملا کار امام را بکنن، این نبوده. اگر نه حجت بوده، امام حجت حجت بودن در حد امامت، یعنی قولشون حجت بوده، فعلشون، تقریرشون، خلاصه تمام شرایط واقعیه امامت بوده، فقط فعلیت نداشته به خاطر مصلحت اینکه خدای عز و جل صلاح ندیده یک زن رهبری جامعه رو بکنه، رهبری در اون مقام بالا، یعنی فعلیت رهبری. همین على غير الحجج هم حجت عرض کردم. امام اقتضایی بله، اما امام فعلی یعنی ممارست، عربی میگن، حالا من فارسی چی میگن؟ ممارست یعنی کار امام را بکنن، این بلا نبوده. در نشست علمی یک شنبه 16 جمادی الاولا همچنین سوالهای مختلف دیگری درباره تعارض میان آیه و روایت، چگونگی تقسیم ارث مردی که فوت کرده و همسر و والدین او زنده هستند و پسرش هم بعد از او فوت کرده است، هدف حضرت زهرا سلام الله علیها از ایراد خطبه فدکیه در مسجد، نزول دفعی یا تدریجی مصحف حضرت زهرا علیها سلام، چگونگی تعامل با شخصی که از خون یا دیگر نجاسات اجتناب نمی کند، مقصود از عالم ربانی در فرمایش امیر مؤمنان علیه السلام، حکم کسی که در حال عصبانیت به معصومین علیه السلام اهانت کرده، منظور از روایت لولا فاطمت لما خلقتکما پرسیده شد که آیت الله العظما شیرازی دامظلو به یکایک که سوالها با سعه سعد پاسخ دادند. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سعه صادق حسینی شیرازی دامظلو به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان چهار مردان، کوچه 6، رأس ساعت 11:15 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.